در این قسمت در رابطه با اسمهای اشاره در انگلیسی صحبت میکنیم که بسیار ساده و در عین حال بسیار بسیار مهم هستند. همونطور که خدمتون عرض کردم دوستان، این ضمایر در عین حال که در واقع این موضوعات در عین حال که خیلی بیسیک و ساده به نظر میان، اگر که جدی گرفته نشن و بهشون توجه نکنید و تکرار نشن، حتی همین مطالب ساده هم در زمانی که میخواید استفاده کنید در یک در واقع مکالمه یا کانورسیشن یک مقدار مشکل به نظر میرسند. خب دقت بفرمایید دوستان، این در زبان انگلیسی دیس هست. در واقع ما زمانی که بخوایم اشاره کنیم به یک اسم، مثلا بگیم این ماشین، یعنی دقیقا قبل از اسم استفاده کنیم، این ماشین، این اتاق، این کتاب و غیره، بعد از دیس استفاده کنیم. دیس کار، همونطور که مشاهده میفرمایید، یعنی این ماشین. This car, این ماشین. That car, آن ماشین. That car, آن ماشین. در ادامه These cars, یعنی این ماشین ها. These cars, این ماشین ها. و those cars, یعنی آن ماشین ها. پس this, that, these, those. یعنی این آن، اینها و آنها. پس اگه بخوایم بگیم این اتاق، باید بگیم this room یا آن اتاق، that room. این اتاق ها، these rooms. آن اتاق ها، those rooms. به همین صورت دوستان، پس شما هم چند تا مثال برای خودتون حتما انجام بدید. مثلا این میز، this table. آن میز، that table. بذارید ملکی ذهنتون بشه. this table, that table. These tables, یعنی این میزها، و those tables, آن میزها. This student, این دانش آموز. That student, آن دانش آموز. These students, این دانش آموزان. و those students, یعنی آن دانش آموزان. خب مثلا، خب حالا بیاید در جمله سازی هم از اینها استفاده کنیم. مثلا میخوام بگید که من این ماشین رو دوست دارم، از این ماشین خوشم میاد. خب به این صورت میگیم که من دوست دارم این ماشینو، یعنی I like this car. I like this car. من این ماشینو دوست دارم. یا مثلا میخوام بگیم که تو آن پسر را میشناسی. تو میشناسی آن پسر را. خب شناختن know هست دوستان. میدونید know K-N-O-W به معنی دانستن، شناختن، بلد بودن میتونه باشه. خب میخوام بگیم تو آن پسر را میشناسی. تو میشناسی آن پسر را. You know that boy. You know that boy. تو آن پسر را میشناسی. خب اگه بخوام بگیم مثلا من این کتاب ها را میخوانم. این کتاب ها یعنی جمع میشه. من میخوانم این کتاب ها را. یعنی I read. Read به معنی خواندن. I read these books. I read these books. من این کتاب ها رو میخونم. و مثلا اگه بخوایم بگیم که ما آن معلم ها را میشناسیم. ما آن معلم ها را میشناسیم. خب ما میشناسیم آن معلم ها که به صورت جمع هست. We know those teachers. Those teachers آن معلم ها. We know ما میشناسیم those teachers آن معلم ها. به همین صورت دوستان شما هم سعی کنید که یک سری جملات کوتاه رو بسازید و حتما اینها رو به زبان بیارید، چون خیلی مهم هست که جمله ای که شما میسازید. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه ای هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمیکنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.